خبر عاجل که همین لحظه از خوست فرنگ بغلان به دست ما رسید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. خبری که همین اکنون به دست ما قرار گرفت، روزنامه اشت صبح روی برگه فیسبوک خود پست نموده است. طالبان 13 تن از نیروهای جبهه مقاومت و آزادی را در ولسوالی خوست بغلان اسیر گرفتند. اشت صبح بغلان. منابع محلی از ولسوالی خوست بغلان خبر می‌دهند که 13 تن از نیروهای جبهه مقاومت و جبهه آزادی به شمول داوود خطر، یکی از فرماندهان ارشد جبهه آزادی در این ولسوالی، توسط طالبان اسیر گرفته شدند. به گفته منابع این افراد روز سه‌شنبه 13 جدی هنگامی که از سمت ولسوالی خوست و سمت ولسوالی جلگه بغلان در حرکت بودند، به دست طالبان افتادند. منابع میگویند که نیروهای بازداشت شده این دو جبهه با اعتماد بالای شماره از افراد نفوذی طالبان سفرشان را آغاز کرده بودند. منابع میافزایند که 7 تن نیروهای بازداشت شده مربوط به جبهه آزادی و 7 تن دیگر اعضای جبهه مقاومت هستند. گفتنی است که در ادامه درگیری های جبهه مقاومت با طالبان چند روز پیش، خیر محمد خیرخواه، یکی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی، همراه با شماری از افراد زیر امرش در اندرابهای ولایت بغلان جان باختند و بیش از 30 جنگجوی طالب نیز کشته شده بودند. در عین حال اندپندنت فارسی می نویسد وضعیت دشوار بازنشستگان در افغانستان. رژیم طالبان هنوز هیچ حقوقی به بازنشستگان دولت افغانستان پرداخت نکرده است. گزارشی از فریدون آژن، کارشناس افغانستان، نویسنده ایندیپندنت فارسی. در 17 ماه گذشته بازنشستگان در افغانستان به دلیل اوضاع بد اقتصادی خانواده هایشان بیش از 4 بار اعتراض کردند و رژیم طالبان هم هر بار وعده داد که حقوق بازنشستگان میپردازد، اما تا امروز حقوق این افراد پرداخته نشده است. از این رو گروهی از بازنشستگان دولت های پیشین افغانستان روز دوشنبه 12 این ماه بار دیگر تظاهرات کردند. آنان از طالبان خواستند حقوق موقع آنان را پرداخت کند، زیرا در فصل سرما برای گرم کردن خانه هایشان به سوخت نیاز دارند. ذبیح الله، یکی از این بازنشسته ها، به رسانه ها گفت طالبان بارها وعده دادند که حقوق ما را می پردازند، اما این وعده هنوز عملی نشده است. ایلینا، زن بازنشسته که در این اعتراض شرکت کرده بود، هم میگوید برای گرم کردن خانه در این سوز سرما چیزی نداریم. تنها امید من همین حقوق بازنشستگی است که آن هم هنوز پرداخت نشده است. عمر، یکی دیگر از این بازنشستگان، هم تاکید کرد ما یک عمر سابقان و با شرافت برای دولت کار کردیم. حالا تنها امید ما همین حقوق بازنشستگی است که آن هم محروم شده ایم. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه همان بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.